الان پاینده ایران رحیم پور از قدی آقا این خیلی میخوره خیلی دیگه نمیخوام حالا امروز زیاد تکرار کردم تو برنامه پخش زنده خیلی میخوره دیگه دیگه شکر زیاد میخوره حالا این بنده خدا برخی جالبه اینا میگن هر کی با علی در افتاد با آل علی در افتاد بر افتاد بعد این تفلک که دیگه چیه دستمال خاندان علی دیگه آل علیه صداش دیگه در نمیاد آقا حداقل به اون علی بگو که یه عمری دستمال کشیشو کردی شفایی بده به تو آقا برو حرم امام رضا بشی شفا پیدا کنی که حداقل حرف بتونی بزنی من هفت ساعت دارم حرف میزنم همچنان میبینید دیگه با صلابت دارم صحبت میکنم تو میری پنج دقیقه مصاحبه کنی صد پپ پپ, پپ پپ نگاه کنیم حالا بعد نشسته صحبت جدیدی علیه معاویه کرده من نمیدونم این هدفش چیه هدفش اینه که معاویه رو خراب کنه هدفش اینه که نه بگه که آقا این حسینی عجب بسترگستری بوده این حسینی عجب پفیوزی بوده هدف چیه پور از قدی اینو به ما بگو ما بدونی و بگو بگو یه جریانی به نام مرجعه به وجود آمده بوده که شروع کرد هفته نمیتونه نمی همش تا آخر یعنی رو تو میره این انقدر سرفه میکنه انقدر یعنی همش اینجوری خب آقا برد شفا پیدا منگه شفا نمیده این علی آقا هر کی با آل علی در دار افتاد چون امید دانا به جزایر قناری رسید تو که با آل علی که در نیفتادی هیچی مال کشیشون هم کردی چرا صدا در نمیاد چرا کمکت نمیکنه بفرمایید اشقا یه جریانی به نام مرجعه به وجود آمده بودن <تصفح> که با اصطلاح امروز لیبرال های مذهبی اون موقع بودن این خط رو خود معاویه ترویج میکرد و او ای بود که هر که همه مذهبیم هم هممون بهشتیم هم همه خوبیم هم و مهم نیست کی چه جوری زندگی میکنه اصلا با نماز و بی نماز با حجاب و بی حجاب نمیدونم آدم روزگیر و بی روزه اینا مسئله مهمی نیست ای تو مسئله عبادی شخصی این دوران این مروجه که داره میگه در دوران معاویه چقدر اینا آزادی خواه بودن همه حال کنید واقعا خیلی پیشروتر از این چیز بودن اروپا بودن اروپای امروز واقعا خیلی پیشرو بودن این اثرات تریاک هم هست طالبان دیگه بهشون تریاک خوب نمیده برای همین چون اینا با درگیر باید. شما دقت از زمانی که با طالبان درگیر شدن این بنده خدا حالش اینجوری شده بیشتر طالبان تریاک خوب دیگه براشون نمیرسونه جنس ناخالص بهش میدن یا مسئله حکومتی و سیاسی هم مهم نیست رشوه بگیریم اختلاس کنیم دیکتاتوری کنیم جلوی آزادی بیان رو بگیریم آشان. خفه کنیم هر کس از ما سوالی انتقادی میکنه و اختلاس کنیم رشوه بگیریم اینا مهم نیست مهمیه که جان من بشماری چند بار این سولفه میکنه چند بار صداش میگیره اینا ما هممون مذهبی هستیم همه میریم حج همه زیارت میریم اینا این دیدگاه مرجعه اینو معاویه ترویج میکرد یعنی اسلام بدون مسئولیت و بدون ایمان بدون عمل اینا میگفتن همه مسلمان ها مسلمان همه هم به یک اندازه و بی خودی دو قطبی نکنه اگر... حتی بعضی ها بچه ها میگن احتمال داره شیمیایی باشه چه جبه بوده حالا بعد ببینیم که چون اینا خیلی دروغ میگن مثلا مهر نماز اینجا شونه بعد میفهمیم قاشق زدن حالا ایشون مثل که در جایی گفته شیمیایی شده حالا بعد ببینیم چون انقدر اینا دروغ گفتن ببین شیعه هست و دروغش من نمیتونم راست و دروغش الان در بیارم تریاکیه یا شیمیاییه در هر دو صورت چه شیمیایی باشه چه تریاکی باشه آدم عوضیه آدمیه که جلوی زندگی ماها رو میخواد بگیره و الان با وقاحت نشسته در مورد آزادی های معاویه داره صحبت میخواد بعد میخواد بگه معاویه آدم بدیه آخه مگه میشه داری میگی معاویه اینقدر آزادی داده بعد میخواد بگی آدم بدیه اینا با تقوا اونا این جبهه این حزب الله این حزب شیطان این, کار کارا رو نکنه یه روح بی تفاوتی رو در جامعه بابا بب... روح بی تفاوتی روح آزادی جامعه درست داشته مطرح میکنه ماویه گفت آقا فوزلی نکنیم کی با تقوا کی بی کی مشروب میخوره کی نمیخوره کی مذهبی کی نیست این یعنی یک جامعه مدرن ماویه داشته یک جامعه مدرن درست میکرده بعد اینا میگن این خیلی بده جامعه مدرن خیلی بده ما باید سرمون تو باستن بقیه باشه تنبان بقیه به ما مربوطه به ما شیعیان مربوطه بله بفرمایید توجیه وضع موجود همون زمان اصلا خواستند قضیه ازای سید و تبدیل بشه به کارناوال مذهبی خود یزید امروز جزو ازاداره امام حسینه اصلا تقصیر اون نیست یکی من تش... تقصیر خود امام حسین بوده یکی من تقصیر ابن زیاد و اینا بوده خب اصل داستان تو هر دعوایی بالاخره هر کسی یه جه طرف این بالاخره مقصرن یک بخش اینه هیچ وقت ببین از نظر فلسفه بگم ها هیچ اتفاقی 100 درصد یکی بیگناه نیست یکی 100 درصد گناه کن. اصلا فلسفه نسبیه کلا از نظر فلسفه همه چی نسبیه خب این خیلی حرف درستی بوده که میخواستن حتی مراسم عزاداری حسینم بزنن میگن آقا یه خورده این باشه یه خورده اون باشه دیگه اصلا چه نگاه قوی داشتن این آقای یزید و خود معاویه و این جریان مروجه خب اینجوری که رو بیفتید کسی مخالفش نیست یعنی فردا هیئت مذهبی رباخارها هیئت مذهبی رشوهخاران و اختلاسچی ها هیئت مذهبی عرق خورا بی نمازها ها هیئت مذهبی برهنگان برهنگان حسینی دیوانگان هیئت هر شود که سگ بازها هیئت چون که انگلستان مسجد هم جنس برای مسلمان ها درست کرد سگ باز که میگه میدونی چقدر واقعا یعنی سطح کلاس سطح باوراش یعنی چی سگ باز یا سگ سک داره دیگه به تو چه میدونین که در استرالیا انجمن اسلامی هم جنس بازار رو انداخته آقا ترد نکنین حتی قطبی نکنین همه خوبن همه بیان خیلی حرف قشنگی میزنن همه خوبن همه بیان خب میخواسته اختلافات بره کنار بعد تو با این چه مشکلی داری با این عقاید درست من نمیفهمم خب ایره که معاویه مشکلی نداشت اصلا مرجعه هم میگفتن میگفتن فقط جذب خط قرمز وجود نداره خوارج از این طرف بام فقط دف ما اصلا کسی را ما هیچ کسی مسلمان نمیدونیم اینا شدن حکومت حاکمان در حکومت اسلامی و میگن اصلا دین مسئله کاملا شخصی هر کی میخواد مذهبی باشه باشه در این حال شرابخانه فاحش خونه سالونای رقص و موزیک و تو خود مکه و مدینه راه انداختند دمشون گر، دمشون گر سالن رقاصی و مشروب و همه اینا رو تو خود مکه هم را انداخت. این عاقلی بوده میخواستن زن... آقا زندگی میخوام بکنن مردم یه بار به دنیا میان و بزرگترین رقاصا و مطربا و هنرمندا و سلبریتی‌ها و اون موقع خیلی هاشون شعبه اصلیشون مکه و مدینه بوده کاروان را منداختن میرفتن زیارت همین تیپا یعنی <تصفح> مجالس خو، شراب خوری و همین مواد میزنن و شراب بخورن و سکس و فلان و اینا بعدم کاروانی میرفتن زیارت نقش شده تو شهرهای سر را مردم میامدن سر رای کاروان اینا و ازشون امضا میگرفتن با ایشون سلفی میگرفتن سلفی میگرفتن نفهمیدم ماجرا مال دوران معاویه و یزید و اون بخشه بعد چجوری سلفی میگرفتن سلبریتی های اون موقع چجوری میتونستن با مردم سلفی بگیرن اسکل شده ببینم سر رای کاروان اینا و ازشون امضا میگرفتن با ایشون سلفی میگرفتن اینا <تصفح> شلوق <تصفح> تو ای دور... راست تو این دوره است که حسین ما بلند شده ما شیعیان بلند شدیم گفتیم نه مردم حق ندارن آزاد باشن برقصن اینا ببینید خیلی باور نکرد یعنی حالا یه سلفی شاید مثلا همینجوری یه چیزی گفت میشه سلفی بگیرم مگه اون دوره مگه موبایل بوده بگذاریم نکته که وجود داره اینه که دست شیعه خیلی رو داره میشه یعنی چون الان دیگه پا گذاشتیم رو گلوشون ماهیت خودشون رو رو میکنن میگن اصلا دعوای ما با معاویه سر همین بوده اون میخواسته آزادی بده ما نمیخواستیم ما اصلا اومدیم آزادی ندیم ما اومدیم دو قطبی ایجاد بشه ما اومدیم پدرتون رو در بیاریم یعنی جبه ها خیلی داره رو میشه برای اونام البته خوبه دیگه ما هم دیگه خیلی علنی میگیم گروه بابای اسلامه اونا هم میگن گروه بابای زندگیت پس دعوا بین زندگی و اسلامه این دوگانه الان این دوگانه جدی است دوگانه جدی واقعا همینه زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی اسلام اسلامی که سیاهی است اسلامی که نیستی ما میگیم آزادی اینا میگن بندگی ما میگیم باید کشور بره به سمت پیشرفت این میگه کشور باید مصادره شه برای مهمات اسلام دعوا اینجاست و خیلی جالب علنی دارن میگن نکته جالبش اینه که علنی دیگه داره نظریاتشون رو بیان میکنن این خیلی نکته قابل تعاملیه که آقای پور خیلی با جدیت هم اصلا عجیبه نمیفهمه نباید این حرف رو بزنه نمیفهمه الان در دفاع از اهل بیت بیاد بگه که ما نه شاید اینا نقشه دارم میگم اون من به آقای هم تو مناظره گفتم شاید اینا نقشه دارم یعنی دارن به ما کمک میکنن چون مثلا اینا یاران ما هستن ما الان میگیم آقا این اسلام جلو آزادیتون میگیره اینا میان تایید میکنن میگن, میگن بله ما اهل بیتمون جلو آزادی ها رو میخواد بگیره یزید میخواد آزادی بده ما رفتیم جلو آزادی ها رو بگیریم این چه پاس گلیه دارن به ما میدن آقا این چی چه پاس گلی آدم یه زمان شک میکنه دیگه چرا اینا دارن به عنوان دفاع اسلام دارن به من پاس گل میدن که توپو بزنم توی دروازه اسلام چیه داستان نکنه آقا شما واقعا دارید با ما همکاری میکنی نکنه آنوسی هستی یعنی اگه اون حسین بیشعور تب دنبال این بوده که جلوی آزادی مردم رو بگیره که بوده تو نباید بگی چرا تو اینقدر اصرار داری بگی بگی یزید آزادی خواه بوده حسین دنبالش نبوده نمیدونم واقعا یعنی این بیشوری رو من واقعا دیگه خودم قفله شب و روزگارتون خوش تک تکتون رو به عمرم از ایران میسونم تو.